سرخط مهمترین خبرها. هشدار مجلس نمایندگان از حضور استخبارات پاکستان در بدنه نظام. خوشبینی حزب اسلامی از حذف نام گلبدین حکمتیار تا یک هفته دیگر از فهرست سیاه سازمان ملل. و رد قطعنامه شورای امنیت از سوی اسرائیل. سلام، با پیشکش مجموعه خبری از تلویزیون جهانی خورشید با شما خواهیم بود. شنبه امروز 4 جدی 1395 هجری خورشیدی برابر است با 24 دسامبر سال 2016 میلادی. من سید فرید سنایی هستم. استخبارات پاکستان در تلاش جابجایی جاسوسان کارآزموده در نظام افغانستان است. شمار از اعضای مجلس نمایندگان می‌افزایند نهادهای امنیتی کشور سیاسی شده است و بخش‌های کشفی و استخباراتی آن به هیچ نهاد پاسخگو نیستند. برخی دیگر آنان از شورای امنیت ملی می‌خواهند که نباید با یک وجب خاک کشور معامله‌ای انجام شود. امید دولت‌زئی با شرح بیشتر. وضعیت امنیتی در برخی از ولایت‌های کشور نابسامان است و بنابراین شماری از اعضای مجلس نمایندگان از احتمال معامله ولسوالی مارجع هلمند از سوی برخی از نیروهای امنیتی با مخالفان مسلح دولت خبر می‌دهند. شورای امنیت از آقای اتمر می‌خواهیم که اگر یک بلست خاک افغانستان ما از دست بدیم، بدانی که ما ناموز خود از دست دادیم، امرای مادر خود معامله کردیم، امرای خانم خود معامله کردیم. این نمایندگان به وزارت مالیه کشور پیشنهاد می کنند که 50% بودجه توسعه کشور را برای بهبود این نهادها تخصیص دهد. نهادهای امنیتی در افغانستان کاملا سیاسی شده و کس به خون شهروند اهمیت نمیده. ادارات کشف و استخبارات باید مورد سوال قرار بگیرند. اگر وجود ندارد لطفا به پارلمان افغانستان هم شریک بسازند. برخی دیگر آنان دولت پاکستان را دشمن شهروندان کشور تلقی کردند و نشست برخاست برخی از مقام‌های دولت افغانستان را در سفارت این کشور در کابل شرمسار می‌دانند. بیا موږ شعار هم ورکو چې پاکستان زموږ د خلکو دښمن ده، او بیا ورته زوج موږ سیاسیون او ځینې وکیلان د دوی په سفارت کې ډوډۍ خوري او یا هم د دوی سره ناستې کوي. دیدین وطن فروش به ننگ خلق با این حال هیئت اداری مجلس نمایندگان به کمیسیون امنیت داخلی این مجلس وظیفه سپرد که گزارشی را از وضعیت امنیتی کشور آماده سازد. مشکل ولسوالی مارجع ولایت هلمند ما را هم در کمیسیون خودشان بررسی کنند. مشکلات داخلی خود ارگانهای امنیتی را یکی از وکیل صاحبا در مورد حوزه پنجم گفتند که مشکلات وجود دارد. وزیر دفاع ملی چند پیش در مجلس نمایندگان مداخله های حلقات بیرونی و داخلی را عامل بنیادی ادامه نبرد در کشور دانسته و گفته بود که با آغاز برنامه های زمستانی این وزارت تلاش خواهد شد تا نیروهای امنیتی در میدان های نبرد سال بعد پیروز باشند. تا هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد نام گلبدین حکمتیار را از فهرست سیاه حذف خواهد کرد. سخنگوی حزب اسلامی می‌افزاید که برای برداشتن تحریم‌ها علیه حزب اسلامی تلاش‌ها جریان دارد و تا چند روز دیگر زندانیان آنان نیز رها خواهند شد. 10 روز پیش حکومت افغانستان نامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاد و از آنان خواست که به‌زودی تحریم‌ها را از برابر گلبدین حکمتیار و اعضای ارشد این حزب را بردارد. سخنگوی این حزب می‌گوید که تحریم بر این حزب تا یک هفته آینده از میان برداشته خواهد شد. لامنیت شورا سره او د دوی ټول دایمي غړو سره مذاکرات او مکتوبونه او د پروسی هغه تخنیکی مسایل ټول نهایي شوی دي. فقط یو اعلان ته ماتل د افغان دولت او حزب اسلامي چې دوی کله رسمي اعلان کوي او د حزب اسلامي نوم له تور لیست خبر شي. اما سخنگوی حزب اسلامی به این باور است که 480 تن از اعضای این حزب به زودی از بند رها خواهند شد. بندیان په موضوع باندې کار روان ده، د مهاجرینو په موضوع باندې کار روان ده، او د حزب اسلامي افغانستان د امیر جناب حکمتیار لپاره د امنیت او د اوسېدلو د ځای لپاره هم کارونه نهایي شوي دي. در همین حال شورای عالی صلح نیز از برداشتن تحریم ها بر ضد حزب اسلامی به زودی خبر می دهد. خب پروسه مشکلات خود داره، لکن ما به شما اطمینان می دهم که در تطبیق موافقت نامه
ما اوتو کدام مشکل پیش رو نداریم. از سوی هم اعضای مجلس نمایندگان خواهان رفع زودهنگام تحریم ها بر حزب اسلامی اند. دنیا اول باید ده حزب اسلامی ده تور لیست لیستونه ده رهبران و ده نمونو که انا و بانه جوڑه نکی دا ملت غالی دا صلحه دا دی اکمتیار تنها خبره نده دا دی دیرس میلیون افغانانو خبره ده. اعضای شورای ملی به این باورند که اگر راه برای آمدن آقای گلبدین حکمتیار به کابل هموار شود، دیگر گروه های مخالف مسلح حکومت نیز به روند گفتگوهای صلح افغانستان اعتماد کردن و به این روند خواهند پیوست. افغانستان پاکستان را به حیث یک کشور به رسمیت می شناسد، اما هیچگاه دیورند را منطقه به رسمیت شناخته پاکستان نمی داند. حامد کرزی جمهور پیشین می افزاید کابل در تلاش بهتر ساختن روابط نیک با تمام کشورهای همسایه است، اما هیچگاه خط فرضی دیورند را که به زور بر مردم افغانستان از سوی انگلیسی ها تحمیل شده است نمی پذیرد. نصرت الله نبیزاده گزارش می دهد. خط فرضی دیورن در سال 1893 میلادی با توافق میان افغانستان و انگلستان ایجاد شد و زمانی که پاکستان از هند در سال 1947 جدا شد، این مرز به یک معضل جدی میان افغانستان و پاکستان تبدیل شد. اکنون رئیس جمهور پیشین میگوید افغانستان پاکستان را به حیث یک کشور به رسمیت میشناسد، اما هیچگاه خط فرضی دیورن را به رسمیت نخواهد شناخت. یعنی باز حکومت پاکستان در مورد گلی نداریم، ولی بایس جانشین حکومت انگلیس از اونا میخواین که مسئله را چون افغانستان به رسمیت نشناخته و از روز اول به رسمیت نشناخته، اینا این را بدانن و درک کنن. این به معنای خدا ناکرده دشمنی با پاکستان نیست. آقای کرزی میافزد افغانستان در تلاش برقراری روابط نیک با تمام کشورهای همسایه میباشد. افغانستان با همسایه خود می خرابت بسیار حسنه و نیک داشته باشه. طبعا آبه که حق همسایه ماست باید به اونا برسه. طبعا اگر ما آب زیادتر داشته باشیم، فراوانی آب ما باشه، به حساب به خوشحالی آب اضافی حاضر هستیم به همسایه خود بدیم. رئیس جمهور پیشین از حکومت افغانستان می خواهد که باید سرحدات آبهای خود را با تمامی کشورهای همسایه مشخص سازد. ما بخواهیم که از آبهای خود و از طریق اعمار بندها و نهرها و استفاده درست از آب به کشور خود ترقی و بهبود وضع زندگی مردم خود بیاریم، امیدوار هستیم که کشورهای همسایه ما با ما تفاهم داشته باشیم. این برنامه زیر نام خط فرضی دیورن و آبهای افغانستان از سوی مرکز تحقیق و مطالعات افغانستان نوین برگزار شده بود. رئیس این نهاد میگوید ایران و پاکستان با وجود که از آبهای افغانستان به گونه غیر قانونی استفاده میکنند، اما برخورد نادرست با پناهجویان افغان دارند. اگر امروز ایران تیل داره ما آب داریم، اگر ایران امروز برای ما تیل خود نمیده، پاکستان گاز خود نمیده، ما هم آب خود نمیدیم. قابل یادآوری است که سالانه 53 میلیارد متر مکعب آبهای افغانستان به کشورهای همسایه سرازیر می شود. اکنون گفته می شود که اگر جلو این آبها گرفته شود، از این طریق افغانستان به خود بسندگی خواهد رسید. منابع نزدیک به طالبان به رسانه های خارجی گفتند که شمار از اعضای ارشد این گروه از کویته به هلمند رفتند. به باور آگاهان تغییر مکان برخ از اعضای طالبان به هلمند ناشی از اختلاف های درونی و چند پاشگی این گروه دانسته و برگشت رهبری طالبان به کشور را به سود روند سال در کشور میپندارند. شکیب مولی‌زاده با شرح بیشتر. انتقال شورای کویته به افغانستان موضوعی که از دیر زمان پاکستان در تلاش آن بوده است. اکنون یک منبع گروه طالبان به رسانه‌های خارجی گفته است که شماری از اعضای ارشد این گروه که با رهبری ملا هبت الله آخوندزاده مخالفت دارند به هلمند رفتند. با باور آگاهان این اختلاف‌ها می‌تواند به حکومت افغانستان در پیشبرد گفتگوهای صلح کمک کند. یک تعداد طالب‌ها فعلا با پاکستان مشکلات دارند، یک تعداد طالب‌ها رابط ایجاد کردن با ایران و حتی یک تعدادشان هم رابط ایجاد کردن با روسیه. برگشت رهبری طالب در داخل خاک افغانستان از هر نگاه به نفع روند صلح واقع میشه، چون مجبور میشن که وقتی که در افغانستان میان باید از طریق مذاکره و از طریق مصالحه پیش برن. از سوی دیگر با آنکه از دیر زمان حکومت افغانستان بر گفتگوهای صلح بر رهبری و مالکیت افغانها تاکید کرده است، اما گروه طالبان به تازگی گفتند حاضر به گفتگو با حکومت کابل نیستند.
موضوعی که به بازی‌های منطقه‌ای پیوند داده می‌شود. بس بازی است، یعنی از ابزار صلح افراطیت و تروریست و طالب به نحوی میخوای استفاده بکنه، مقطعی استفاده بکنه، یعنی هر روز یک موقفی داره دیگه، یک چیز ثابت و اصولی نیست. به نظر می‌رسد این موضوع‌گیری طالبان به مذاق شورای عالی صلح نیست و این شورا آن را به بیراه رفتن می‌داند. خواهی ای که به غیر از دولت افغانستان اینها با دولت خارجی یا با نهادهای خارجی اینها بشینند بگن که ما مذاکرات صلح پیش میبریم، این بیراه رفتن است. شورای کویت در سال 2004 میلادی در پاکستان ایجاد شد. این شورا که شورای رهبری نیز نامیده می شود، پس از مدتی به دو دسته شورای رهبری و نظامی تقسیم بندی شد. با آنکه دیدگاه‌های گوناگونی در پیوند به انتقال این شورا به هلمند وجود داشته است، اما خوشبینی عمده آگاهان سیاسی بر این است که این چند پارچگی و بروز اختلاف‌ها در میان طالبان در تضعیف این گروه و انعطافشان بر روند صلح کمک خواهد کرد. حکومت از بهر موشک پراگنی پاکستان به خاک افغانستان باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت نماید. نمایندگان مجلس میگویند احضار سفیر پاکستان از بهر موشک پراگنی های نظامیان پاکستانی به خاک افغانستان درد را دوا نمی کند و بهتر است فشارهای جهانی بر این کشور صورت گیرد. از سوی هم سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هشدار می دهد که اگر نظامیان پاکستان بر راکت پراگنی هایشان در این کشور پایان ندهد، روابط میان کابل و اسلام آباد بیشتر خدشه‌دار خواهد شد. نظامیان پاکستانی با راه اندازی موشک پراگنی هایشان از آن سوی خط فرضی دیورند بر ولایت های کندهار و کنر خشم حکومت افغانستان را برانگیخته است. در تازه ترین مورد، دو روز پیش نظامیان پاکستانی بر ولسوالی های معروف کندهار و سرکانوی کنر راکت شلیک کردند. ادامه اینگونه حملات راکتی تحریک کننده بوده و فضای روابط میان دو کشور را بیشتر خدشه‌دار می‌سازد. وزارت خارجه روز گذشته سفیر پاکستان را در کابل از بهر آغاز دوباره حمله‌های نظامیان پاکستانی به خاک افغانستان احضار کرد. تنش‌ها در روابط میان دو کشور همسایه در هیچ جای دنیا به سود همزیستی مسالمت‌آمیز میان مردمان دو کشور نیست. پاکستان با در نظر داشت این مهم از ادامه این گونه حرکات در آینده جلوگیری کنه. اعضای مجلس نمایندگان احضار سفیر را بی تاثیر دانسته و خواستار شکایت حکومت به شورای سازمان ملل متحد می باشند. حکومت افغانستان شکایت به سازمان ملل بکنند، شکایت رسمی را اونجا باید این موضوع بنیادی از طریق سازمان ملل حل شود. در غیر از او این جنجال برانگیز است. شما شاهد موضوعات ناامنی های سرحدات پاکستان با افغانستان همیشه هستیم. سال هاست که کابل از مداخله های پاکستان به خاطر پشتیبانی این کشور از گروه های حراس افغان و موشک پراگنی به ولایت های سرحدی شرق و جنوب افغانستان به تنگ آمده است. ما به جانب پاکستان حالی کردیم که باید این مسائل از طریق گفتگو حل شود، ولی ما متحد به این هستیم که از وجب خاک خود دفاع میکنیم و هر کسی که بر علیه جمهوری اسلامی افغانستان چنین فعالیت های خصمانه را انجام بده، ما در وقتش به او جواب دندان شکن خواهیم داد. با این همه تنش میان افغانستان و پاکستان به پیمانه ای افزایش یافته بود که در آخرین مورد سال روان برای چند روز میان نظامیان افغان و ملیشه‌های پاکستانی به خاطر ساخت دروازه در ترخم درگیری صورت گرفت و تلفاتی را نیز به بار آورد. ساختمان انستیتوت تعلیمات فنی و مسلکی در ولایت تخار به بهره برداری رسید. یاسین زیا ولی تخار می‌افزاید این ساختمان در دو طبقه و با هزینه 3 میلیون یورو ساخته شده است. از سوی هم رئیس معارف تخار از عملی شدن 117 پروژه در بخش‌های معارف در این ولایت خبر می‌دهد. همکارم با اجازه بیشتر این خبر از ولایت تخار. نبود ساختمان‌های آموزشی در ولایت تخار از چالش‌های عمده برای دانش آموزان و مزدوران در این ولایت دانسته می‌شود. محمد یاسین زیا ولی تخار با ابراز این مطلب می‌افزاید با گشایش مرکز آموزشی انستیتوت تعلیمات فنی و مسلکی در این ولایت بخش از این چالش‌ها برطرف خواهد شد. مبلغ 800,000 دلار آمریکایی تجهیزات تکنیکی که برای شاگردان برای آموزششان و تجهیزات وسایل بود و باششان است. ان شاءالله که به زودترین فرصت شما شاهد افتتاح و اکمال تجهیزات هستید. با این حال رئیس معارف تخار نیز با خرسندی از گشایش این ساختمان تاکید میکند که پروژه های دیگری نیز در این ولایت به بهره برداری رسیده است. در سالی که گذشت 111 پروژه را 17 پروژه را
به توفیق پروردگار تکمیل کردیم و 11 پروژه دیگر را ترمیم کردیم. نبود ساختمان‌های آموزشی در ولایت تخار همواره چالش‌های زیادی را به همراه داشته است. از همین رو اکنون 50% از مکتب‌ها در این ولایت بدون ساختمانند و دانش آموزان در فضای باز آموزش می‌بینند. خبرهای جهان هم پس وقفه کوتاه تقدیمتان می‌شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. اسرائیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر این کشور را به شدت محکوم و آن را رد کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست دیشب خود با صدور قطعنامه شهرک‌سازی‌ها از سوی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی مشمول شرق بیت المقدس را محکوم کرد و خواستار توقف بیدرنگ آن شد. با این حال مقام‌های اسرائیل این قطعنامه را شرم‌آور و ضد اسرائیلی دانسته است. پلیس فدرال آمریکا یا FBI نسبت به احتمال حمله‌های هراس‌افگنانه بر کلیساهای این کشور از سوی گروه موسوم به دولت اسلامی هشدار داده است. بر مبنای گزارش‌ها FBI به تمام اداره‌های پلیس محلی هشدار داده است که در آستانه جشن کریسمس احتمال حمله‌های هراس‌افگنانه از سوی پیکارجان گروه موسوم به دولت اسلامی وجود دارد. این در حالی است که اخیراً پایگاه‌های اطلاعاتی متعلق به گروه داعش با انتشار فهرستی از کلیساهای آمریکا از هواداران این گروه خواستند تا به آنان حمله کنند. با بیرون شدن کامل مخالفان مسلح دولت از شهر حلب در سوریه، نیروهای ارتش این کشور جستجوی خانه به خانه را آغاز کردند. مقام‌های نظامی سوریه گفتند که عملیات پاکسازی کامل شهر حلب مشمول پاکسازی این شهر از وجود ماین‌ها نیز می‌گردد. از سوی دیگر هزاران باشنده این شهر با آرام شدن اوضاع به خانه‌های خود برگشتند. و گزارش ها از عراق می رسانند که برای نخستین بار در چند سال گذشته باشندگان مسیحی حومه شهر موصل کریسمس را جشن گرفتند. مسیحیان عراق در اطراف شهر موصل به شمول منطقه بارتلا زیست دارند و در چند سال اخیر به دلیل حاکمیت گروه موسوم به دولت اسلامی نتوانستند تا جشن کریسمس را برپا کنند. گرچه پیکارجان گروه داعش کلیساهای این مناطق را از بین بردند، اما با آن هم باشندگان مسیحی در خرابه‌های کلیساها جشن کریسمس را برپا کردند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد. باز هم خوش آمدید. باشندگان هرات میگویند تا یک قطره خون در بدنشان داشته باشند از پروژه‌های زیربنایی حفاظت خواهند کرد. دیروز کار ساخت 30 کیلومتر جاده از سوی وزارت فاید عامه در ولسوالی انجیل هرات آغاز شد. کار ساخت جاده ربات کابولی ها و روستای نقره به درازای 30 کیلومتر در ولسوالی انجیل هرات از سوی وزارت فاید عامه آغاز شد. این پروژه 430 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد که از بودجه توسعه وزارت فواید عامه پرداخت می‌شود. ما سرک هرات چشی شریف هم به او اضافه بکنیم، 400 کیلومتر سرک در سطح ولایت هرات که ما داریم که عملاً یا کار فیزیکی شروع شده یا کار سروی و دیزاین جریان دارد. در همین حال باشندگان ولسوالی انجیل از کار این پروژه استقبال میکنند و میگویند با جانشان از پروژه های زیربنایی حفاظت میکنند. کار با کیفیت باشه، اینجا ما صاحبایی داریم که میفهمه در کار، خود ما هستیم در امنیت، در هر نوع ما و یک قدر خون ما باشه ما استاده هستیم. تمام همه کشاورزی که ما داریم همه مشکلات ما رفع میشه، از امکانات وسایل و از کشاورزی که ما داریم از هر لحاظی که بگیم ما دلجمع میشیم، از گرد دوله اختشیده میشیم. تقریبا 10-15-20 قریه برادر، این دیگه سرک با ما خوب میشه برادر. والی هرات میگوید مهمش در ایست عزیزا که همه با یک صدا برای آبادی و رفاه و پیشرفت مملکت خود، شهر خود و ولایت خود هم دست باشه. در مراسم گشایش جاده ربات کابولی ها و روستای نقره در ولسوالی انجیل هرات، مسئولان وزارت فواید عامه و والی هرات از جدیت در کار خط آهن هرات خواف ایران و جاده حلقه‌ای این ولایت نیز سخن زدند.
و افزایش مالیات از سوی حکومت به منظور افزایش درآمدهای ملی اقتصاد کشور را با رکود روبرو خواهد کرد. اعضای بخش خصوصی افغانستان میگویند افزایش 33% درآمدهای حکومت در سال جاری تنها در جلوگیری از فساد در گمرکات کشور نبوده، بل حکومت مالیات را بر فعالیت‌های بخش خصوصی نیز افزایش داده است. با گفته آنان این کار سبب کمرنگ شدن فعالیت‌های بازرگانی و نیز کاهش توان خرید مردم در سال جاری شده است. درآمد حکومت در سال جاری 33% از هدف تعیین شدهش بیشتر گردآوری شده است. اعضای بخش خصوصی میگویند کاهش فساد اداری و آوردن اصلاحات در نهادهای حکومتی نقش اندک در افزایش درآمد حکومت در دو سال پسین داشته است. اما افزایش مالیات بر اقلام وارداتی کشور عامل بنیادی افزایش درآمد میباشد. آنان همچنان میافزایند این کار حکومت سبب کاهش بازار عرضه و تقاضا در کشور شده است. همین فعلا مخازی ها وجود داره، پول های اضافی از تاجر گرفته میشه به نام ترانسپورت و به نام شهروالی و به نام ترافیک و به نام پیداما و به نام ترازو و به نام غیره و غیره. اینمی ده ها قسم تکس هستن که گرفته میشه، اما در مقابلش هیچ نوع خدمات انجام نمیشه و تاجر مجبورن ای را بالای جنس خود میاندازه و جنس قیمتش بالا میرن. اما مسئولان وزارت مالیه عامل بنیادی افزایش درآمد را در دو سال پسین این گونه بیان میکنند: با فساد مبارزه کنیم، سیستم های عصری و کامپیوتری مثل اسیکودا، سیستم سکتا، سیستم ای پیمنت یا پرداخت الکترونیکی و همچنان در قسمت استخدام افراد شایسته و کارا و متخصص و متحد. ای از جمله موارد است که ما توانستیم در قسمت افزایش عواید یک نتیجه به سابقه داشته باشیم. این در حالی است که چند پیش اعضای بخش خصوصی کشور از وجود اخاذی‌های غیرقانونی، گرفتن فیس‌های دوگانه، خاکپولی‌ها و وجود فساد گسترده در گمرکات کشور ابراز نگرانی کرده بودند، چیزی که اکنون مسئولان وزارت مالیه آن را رد می‌کنند. و حال هم توجه نمایید به نرخ اسعار در بازارهای کشور. و این هم چند خبر از جهان ورزش. تیم ملی والیبال کشور در ادامه رقابت‌های مرکز آسیا برابر قرقیزستان شکست خورد. این تیم که برای اشتراک در رقابت‌های مرکز آسیا رهسپار بنگلادش شده بود، در دومین دیدارش با نتیجه 3-1 از قرقیزستان شکست خورد. این در حالی است که تیم والیبال کشور در دور نخست نیز برابر بنگلادش تن به شکست داده بود و در دیدار پایانی با مالدیف دیدار خواهد کرد. همایون خیری رئیس تربیت بدنی و ورزش امروز با تیم ملی پاورلیفتینگ کشور دیدار کرد. رئیس تربیت بدنی و ورزش در دیدار با ورزشکاران ملی پوش این رشته ضمن آرزوی پیروزی برای آنان در این رقابت ورزشکاران را نماد وحدت ملی در کشور دانست. گفتنی است تیم ملی پاورلیفتینگ امروز برای اشتراک در رقابت‌های سوپروتو کلاسیک رهسپار هند شد. و ولادیمیر پوتین در جریان آخرین نشست خبری خود در پایان سال جاری میلادی تأکید کرد دوپینگ هرگز در روسیه با پشتیبانی دولت به همراه نبوده است. رئیس جمهور روسیه از ضمن ابراز امیدواری برای پایان یافتن فضای بی‌اعتمادی و نیز درخواست برای تغییر نگرش نسبت به ورزشکاران، هرگز سیستم دوپینگ دولتی و حمایت از دوپینگ در روسیه وجود نداشته و این اتهامات بی‌بنیاد است. و این هم وضعیت هوایی فردا کابل و چند شهر دیگر کشور. We'll be right back.
این بود خبرهای این ساعت. در تقدیمتون شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.